زنان آزاد ایران، کانون شورشی و جوانان شورشگر ایران زمین، قهرمانانی که لرزه سرنگونی رو به جان تمامیت رژیم انداختید، دختران عزیزم در سر و سر میهن که با قهرمانی خود خواب رو از چشم دشمن رو بوده اید. خون بیش از 600 شهید قیام فرین که به ضرب گلوله های پاسداران ولایت خامنه ای به خاک و شورشی که در 187 شهر میهن گسترش یافت همه ما رو به استمرار قیام برای برچیدن بساط استبداد دینی فرا میخواند دلیری و تهاجم زنان و مردان و جوانان و خونها و فداکاری های شما شهرهای قمزده رو گلگون کرده در سرزمین سرکوب شده شهرهای شورشی برپا شده و حاشیه ها متن انقلاب و شورش شدند خوشا شهرهای شورشی ما که برای رهایی از اشغال آخوندها از هم پیشی می گیرند. از شیراز و صدرا تا شهریار و اسلام شهر و سیرجان اصفهان و کرج و فردیس و مریوان و سنندج و جوانرود رود بهبهان و ماهشهر و بوشهر و کرمانشاه و سایر شهرهای قیام و فرین آری شهرها یک به یک قیام می کنند و زنان در نقش پیشتازی و پشتیبانی فعالانه حاضرند گفته بودیم که زنان نیروی تغییرند و بلایت فقیه و ارتجاع آخوندی را شکست میدهند. حالا به صحنه های قیام نگاه کنید ببینید چگونه خواهران قهرمان ما مردم رو به اعتراض و شورش فرا میخوانند و یگانهای قیام کننده رو هدایت می کنند. وزیر کشور رژیم آخوندی گفته داخل خیابان از دو سه ساعت بعد از غروب ما مواجه شدیم با برخی از نیروها در این صحنه ها که در عملیات و در اقدام هسته های چهار یا پنج نفره یا شش نفره بودند که معمولا یک خانوم هم همراه اینها بود که هم تهیج می کردند و هم دعوت به اعتراض می کردند. و باز کارشناسان رژیم میگن در نقاط متعدد به ویژه هومه تهران زنان ظاهرا سی تا سی و پنج سال نقش ویژه‌ای در لیدری اختشاشات به عهده دارند میانداری و میدانداری ویژه زنان در اختشاشات اخیر چشمگیر به نظر می رسند. بله، حقیقتا چشمگیر است. زنان به پاخاسته ای ایران برای واژگونی رژیم ولایت فقیه به میدان آمده اند. آخوندها خود را در یک قدمی سرنگونی دیدند و میخواهند با جنایت هرچه بیشتر از آن فرار کنند. با شلیک به سر و قلب جوانان با تبرزدن زدن به مجروحان در کف خیابان با تیراندازی به مردم از بالای ساختمان های حکومتی و کشدار نوجوانان سیزده چارده ساله و همچنین با دستگیری های انبوه که روزانه ادامه دارد شمار دستگیر شدگان آنقدر زیاد است که اعضای مجلس ارتجا به دستگیری هفت تا هشت هزار نفر اعتراف کردند اما شمار واقعی از دوازده هزار نفر هم فراتر است اونقدر که در اولین روزهای قیام برخی از مدارس رو به زندان تبدیل کردند همزمان اسامی بیشتری از شهیدان مشخص میشه پاستاران با ربودن بودن از روی تخت بیمارستان ها از درمان مجروحان شدید جلوگیری کردند و رژیم با ربودن بودن پیکرهای شهیدان از سردخونه ها کسرت خونه های به ناحق ریخته رو پنهان میکنه با وجود این همه بیرحمی و صفاکی خامنه‌ای همچنان در کابوس سرنگونیه اون به خوبی میدونه که آتش خشم که در این قیام در سراسر ایران بالا گرفته به طرف بیت خود اون در حرکته بنابراین پرده پوشی رو کنار گذاشته و به صورت علنی عملیات کشدار رو فرماندهی میکنه آخوند روحانی رئیس جمهور ولایت فقیه هم که به قول مقامات رژیم امنیتی ترین دولت چل سال گذشته رو تشکیل داده کارش پشتیبانی و مجیزگویی برای پاسداران و بسیجیان و قاتلان جوانان و نوجوانان ایرانه و میگه در برابر تلاش های اونها البته بدخوند کشتار مردم سرفرود میارن بله قیامی که به اعتراف سپاه پاسداران در صدها شهر ایران گسترش یافت هرقدر سرکوبش کنند هر قدر دلیران و شورشگران اون رو به خاک و خون بکشند دیگر مهار کردنی نیست قیام های دی 96 و تیر و مرداد 97 هم توسط خامنه سرکوب شد اما از اون قیام فروزان آبان 98 برخواست با این تفاوت که نقش پیشتاز زنان و جوانان شورشی و به سطوح آمده از ستم چهل ساله آخوندهای تبهکار و خونهای صدها شهید عزم قیام و شورش در جامعه ایران رو صد چندان کرده چنانکه مسعود گفت مردم و مقاومت ایران با بهای سنگین و خونین به جهشی عظیم و بازگشت ناپذیر دست یافت به این دلیله که خامنه ای در دستورات ششگانه خودش به مزدوران بسیجی از اونها خواسته در همه محله ها آماده شده و از دشمن یک قدم جلو باشند بله این مقابل با نبرد سرنگونی است که خامنه به روشنی میبینه مردم ایران به اون رو آوردند قیام ایران خاموش کردنی نیست نبرد مردم ایران و کانون های شورشی و ارتش بزرگ آزادی تا پایان دادن به کار استبداد دینی به پیش می رود و از همه شما خواهران و دخترانم در سراسر سر ایران می خواهم که یک در پیشتازی و فرماندهی یگان های شورشی عزم خود را سچندان کنید هر قدر که نقش خود را در فرماندهی ای ارتقا دهید قیام ها دوام و قدرت بیشتری پیدا می کند. دو روحیه تهاجم و تحور را دامن بزنید. این همان ویژگی پرجسته جوانان در این خیزش های ستایش انگیز است. این شجاعت ها، این دلاوری ها، این خشم خروشان که نسل جوان ما از خود نشان میدهد جنایتکاران بسیجی و پاسدار رو در هر کجا وادار به فرار می کند سه به مجروحان قیام به خصوص به جوانانی که به دلایل امنیتی امکان مراجعه به بیمارستان ها را ندارند کمک کنید و شرایط درمان آنها را فراهم کنید چهار مادران و پدران شهیدان و خانواده های دستگیر شدگان را یاری و حمایت کنید پنج عموم هموطنان را به مشارکت فعال در بزرگ داشته شهیدان و اعتراض به اسارت و شکنجه قیام آفرینان برانگیزید. درود بر همه شما سلام بر شهیدان سلام بر زنان آزاده و شورشگران برای آزادی سلام بر قیام ایران برای سرنگونی